بیستم ربیع الثانی یادآور سالگرد قیام 1920 عراق است که به رهبری آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی شکل گرفت. او با فتاوای شجاعانش مردم عراق را علیه اشغالگران انگلیسی بسیج کرد و این قیام را به نمادی از مقاومت و اراده ملت برای دستیابی به استقلال تبدیل کرد. این روز تجلی همبستگی و عزم مردم عراق در برابر استعمار است. همکارم در گزارش خود به روایت این واقعه تاریخی پرداخته که با هم می‌بینیم. قیام سال 1920 عراق که به ثورت العشرین معروف است، در تاریخ معاصر این کشور به عنوان یک رویداد مهم و حیاتی شناخته می‌شود. این قیام که واکنشی به اشغالگری‌های انگلیس پس از جنگ جهانی اول بود، نمایانگر همبستگی مردم عراق در برابر استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال و خودمختاری است. با حمله انگلیسی‌ها به عراق، مردم این سرزمین با وجود نارضایتی از حکومت عثمانی به دفاع از کشور خود برخاستند. روحانیون و مراجع تقلید به ویژه آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی با صدور فتاوا و رهنمودهای خود مردم را به قیام علیه اشغالگران تشویق کردند. این قیام از تابستان 1920 آغاز شد و 3 ماه به طول انجامید، در حالی که هدف آن بیرون راندن نیروهای انگلیسی و تأسیس حکومتی مستقل بود. اگرچه این قیام در نهایت به شکست انجامید و هزینه های انسانی و مالی زیادی را به همراه داشت، اما تأثیرات عمیق آن در تاریخ عراق غیر قابل انکار است. قیام 1920 نه تنها به عنوان نماد مقاومت شناخته می شود، بلکه به ایجاد نخستین حکومت ملی و شکل گیری هویت سیاسی عراقی ها کمک شایانی کرده است. یاد این قیام در هر ساله زنده نگه داشته می شود تا مردم عراق به یاد داشته باشند که تاریخ مبارزات آنها در برابر ظلم و ستم چگونه رقم خورده است.